روی گشاده محمد بن نایف ولیعهد عربستان سعودی برای فرانسوا اولاند دلایل زیادی دارد، از چشمانداز همکاری‌های بیشتر اقتصادی تا گرفتن پشتیبانیش در جبهه مقابل ایران. رئیس جمهوری فرانسه سه‌شنبه در نشست شورای همکاری خلیج فارس شرکت کرد، اولین رئیس جمهوری اروپایی که در این نشست شرکت کرده. حرف‌هایش آن چیزی که به مذاق حاضران خوش می‌آمد. تفاهم لوزان تنها یکی از گام‌هایی است که می‌توان برای ثبات در منطقه برداشت. هنوز راه زیادی در پیش است. ما خواهان شفافیت هستیم و می‌خواهیم که تحریم‌ها تدریجی برداشته شوند. این را هم اضافه کنم که به دقت رفتار ایران را زیر نظر داریم و نمی‌خواهیم توافق نهایی منطقه را بی‌ثبات کند. برای همین تحریم‌ها روی خرید و فروش اسلحه ایران باید همچنان پا بر جا باشد و باید عمل کرده ایران را ارزیابی کرد، نه حرفایش را. امسال اوضاع اقتصادی چندان خوب نیست. کارشناسان صندوق بین المللی پول میگویند به غیر از قطر و کویت دیگر کشورهای نشست احتمالاً با کسری بودجه مواجهند. پیش بینی گردش مالی فروش نفت امسال این کشورها 280 میلیارد دلار کمتر از پارسال است. اما به نظر می رسد مهمتر از پول این روزها نفوذ است. رقیب منطقه‌ای آنها ایران با یک توافق هسته‌ای در چشم‌انداز قوی‌تر از قبل جلوه می‌کند و تحولات منطقه در چند سال گذشته توازن قدرت را تغییر داده. قرار است برخی کشورهای عضو هفته آینده در کمپ دیوید میهمان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شوند تا از او درباره حفظ منافعشان در صورت توافق هسته‌ای با ایران اطمینان بگیرند. برخی میگویند نگرانی از ایران قدرتمند در منطقه بر تکاپوی این کشورها برای قوی‌تر کردن ارتششان هم افزوده. رئیس جمهوری فرانسه پیش از دیدار از عربستان سعودی به قطر رفته بود، کشوری که قرار شده به آن 6.3 میلیارد یورو جنگنده رافائل بفروشد، قراردادی که سه‌شنبه با واکنش رئیس جمهوری ایران مواجه شد. منطقه را ناامنی کنند و کشورهای همدیگر را به ناروا از هم هراسان می کنند و زمینه را برای بازار سلاح مهیا می کنند و به منطقه می آیند و افتخار می کنند که میلیاردها دلار یا یورو سلاح را به این کشورها فروختند و می فروشند. کارشناسان زیادی در منطقه آنچه این روزها در یمن رخ می‌دهد را بخشی از صف‌کشی کشورهای عربی در مقابل ایران می‌دانند. جنگی که دامن فقیرترین کشور منطقه را گرفته و فریادهای سازمان ملل برای توقفش هم هنوز به گوش کسی نرفته. آنچه این روزها در منطقه روی می‌دهد بازی تاج و تخت است. عده‌ای به دنبال قدرت و نفوذند، گروهی اسباب بازی آنها را فراهم می‌کنند و در نهایت بازنده بازی آنهایی‌اند که خانه‌هایشان ویران شد و آتش جنگ زندگی‌شان را سوزاند. نگین شیراقایی، بی بی سی.